عضو هیئت مدیره کانون بودند و جهت اطلاع شما کانون ما بیش از 15,000 عضو داره، فارغ التحصیلان دانشجوی فنی، و مدیریت کانونی با 15,000 عضو کار بزرگی هست که از عهده ایشون برمیاد. ایشون بسیار، من حدود داشتم چک میکردم برای جمع‌آوری این مطالب، خیلی فروتن هستم، واقعاش خیلی سخت از ایشون مطلبی رو گرفتم. من اینها رو در واقع از لینکدین و از این جور جاها در واقع جمع‌آوری کردم. من ایشون رو حدود 25 سال هست که میشناسم، بسیار خوش‌فکر، بسیار خلاق و بسیار پیشرو هستند، یعنی در زمین هایی که وارد اون میشن بسیار پیشرو هستند. در این موردی که الان میخوان ایشون صحبت کنن، یکی از همون مطالبی که هست که من عرض میکنم که ایشون پیشرو هستند، ایشون مدتی هست که در رابطه با قطب شمال و جنوب دارن مطالعاتی رو انجام میدن و الان هم یک کتابی آماده کردن برای چاپ. حالا اگر علاقمند بودن در آخرش میتونن راجع به این کتابی که در مورد قطب به زبان فارسی که خیلی کم هست، اگر اصلا نه، شاید اصلا نباشه، خیلی در مورد قطب خیلی کم کار شده در ایران به زبان فارسی، و خیلی تشکر میکنم از وقتشون که در اختیار ما قرار دادن. الان 3 بامداد هست در ایران و ما آماده هستیم و سرپا گوش در خدمت شما جناب معلم. جناب معلم شما میوت هستید، لطفا باز کنید میکروفونتون رو. بله بله، صدا هستش. بله بله سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و عزیزان در کانون آتلانتا، و خیلی خوشحالم و باعث افتخاره که بار دیگه در خدمت شما هستیم و بتونم مطالب به حال تجربه ها یا اون بخشی از چیزایی رو که خودم به اصطلاح تونستم در طول سالها به دست بیارم به اشتراک بگذارم با بقیه عزیزان، و احتمال زیاد از راهنمایی های شما هم باز استفاده کنم برای ادامه مسیرم. عرضم به حضورتون که آقای دکتر کلور، امداد کلور، خیلی به من لطف دارن، خیلی تعارف های زیادی کردم، ولی خب دیگه قرار هستش که در سیستم های غربی در تعارف های ایرانی کم کنیم و به اصل داستان بپردازیم. ایشون لطف دارن. به هر حال من در حالا اون سوابق کاری و حرفه‌ای کاری به این موضوع شاید نداشته باشه، ولی از قدیم مسئله کوهنوردی و ادونچر و رفتن به طبیعت برام همیشه یه موضوع خیلی جدی و علاقمندی برام بوده. به نتیجه در کوههای مختلف دنیا سالهای سال سفر کردم، در امریکای جنوبی، در هیمالیا، در بوتان، در پاکستان، به کرات در اروپا، خودم هم الان در پای کوه مومبلان در رشته کوه آلپ زندگی میکنم، در ایسلند، جای مختلف دنیا، در افریقای جنوبی و غیره. و بالاخره برای هر کسی که در حوزه ادونچر و کوهنوردی است، رفتن به منطقه قطبی هم یکی از اون در واقع دریم های هستش که میتونه داشته باشه. ولی من فکر کردم که اگه اجازه بفرمایید به چند تا سوال بنیادی اول پاسخ بدیم که اصلا ما چرا به منطقه قطبی میریم و چجوری میشه منطقه قطبی رفت، و بعد از یه مختصر توضیحات اولیه‌ای که یه مقدار با هم سینک بشیم، به خصوص که در زبان فارسی ما قطب جنوب و جنوبگان و قطب شمال و منطقه آرکتیک رو همه رو مترادف به کار میبریم، یه تعریف مشترکی داشته باشیم. اگر اجازه میفرمایید من این فایل رو شیر بکنم و بعد اگر چیزی جمع سلام به من یاد دادن درست انجام داده باشم نمیدونم چرا متوقف شد. بله، اشتباه کردم، اینو زدم. بله، این چیز اولتون بود، این اسلاید اولتون بود. بله، بله.
نه صدا می آمد، صدا می آمد، نمیدونم چقدر کوتاه بود. بله، حالا اشکال نداره، من سعی میکنم که این در واقع حالت تیزر بود، حالا ازش میگذاریم، یه فیلم خود مفصل تری جلوتر هم داریم. در واقع این تصویری که با دوستان به اشتراک گذاشتم حاصل 5-6 مرتبه سفر به مناطق قطبیه، شاید 3-4 بارش منطقه شمال و آرکتیک، 2 دفعش در منطقه جنوبه. و سوال اینه که ما واقعا چرا این مصائب رو به خودمون میخریم، این دشواری ها رو به خودمون چیز میکنیم، تحمیل میکنیم و میریم توی همچین مناطق سختی و دنبال چی میگردیم؟ این تصاویری که میبینیم یکیش مربوط به منطقه کانادا، شمال کانادا، نروژ هست، شمال فنلاند هست، در منطقه خود جنوبگان آنتارکتیک هست، مجددا ایسلند هست فکر میکنم، و اینم در یوشوایا فکر میکنم باشه اگر خاطرم حافظم درست یادی کنه. ولی اگر اجازه بدید من میخوام یک اسلایدی رو به اشتراک بگذارم، این رو با هم ببینیم اگر اجازه میفرمایید. هر جام که فکر میفرمایید لازم من کمک بهم بفرمایید که به تصویر درستی رو بتونم ارائه بدم ممنون میشم. ببینید ما در واقع 2 تا منطقه رو در بالا و پایین کره زمین داریم که تو انگلیسی برای دوستانی که اونجا هستن خیلی تعریف روشنی است به نام آرکتیک و آنتارکتیک. در فارسی ما به منطقه آرکتیک میگیم شمالگان و جنوبگان. در مرکز هر کدوم از اینها نقطه است که 90 درجه شمالی و 90 درجه عرض جغرافیایی جنوبی است که اون نقطه نورت پول یا ساوت پول هست، یعنی یه نقطه خیلی کوچیک و مشخص. ولی متاسفانه در زبان فارسی به اشتباه یا به یک در واقع میشه گفتش غلط مصطلح، به تمام کسانی که به تمام منطقه‌ای که اینجا وجود داره، همه کسانی که به این دور و بر میرن میگن طرف رفته قطب شمال، و هر کسی هم این دور و بر این منطقه سفید برجوش بره میگن رفته به قطب جنوب. در حالی که کمی جلوتر خدمت عزیزان توضیح خواهم داد که ما با یک منطقه عظیمی روبرویم که دلیلی نداره که هر کسی به این منطقه میره لزوماً به خود قطب رفته باشه. اگر که من برم روی بله سلاید و پلی کنم شاید اینطوری بهتر باشه. بله، من فقط در مورد منطقه جنوبگان که آنتارکتیک به اصطلاح گفته میشه، که حتی آنتارکتیک و آنتارکتیکا یک تفاوتی در جغرافیا داره که الان نمیخوام واردش بشم، ولی ما با یک قاره روبرو هستیم، با یک سرزمین پهناوری که 14 میلیون کیلومتر مربعه، یعنی 10% خشکی های کره زمین اونجاست. و اگر بخوام اینو با مساحت ایالات متحده آمریکا که شما الان در جورجیا اون تشریف دارید مقایسه کنم، نقشه سمت راست همونطور که ملاحظه میکنید ایالات متحده آمریکا رو نشون میده بجز بخش آلاسکاش که حدوداً 8.5 میلیون کیلومتر مربع است، و میبینیم که چقدر جنوبگان از اون بزرگتره. و سمت چپ مقایسه مساحت این قاره عظیم با قاره اروپا است. ببینید ما راجع به یک سرزمین خیلی بزرگی داریم صحبت میکنیم، حتی اگه آلاسکا هم ما روی 48 قاره متصل مثلا کشور امریکا بگذاریم باز هم مساحت میشه 9 میلیون و حدود 800 هزار کیلومتر، در که تا 14 میلیون کیلومتر خیلی فاصله است. این قاره خودش در زمان زمستانش باز یخبندان میشه و دریای اطراف یخ میزنه، و این مساحت به 25 تا 30 میلیون کیلومتر مربع میرسه. یعنی تصویر سمت راست جنوبگان تابستانی است، سمت چپ جنوبگان زمستان که میبینید یک واقعا وسعت عجیب و غریبی رو داره. اگر برگردم به تصویر بالا و پایین کره زمین، در سمت چپ ما منطقه آرکتیک رو میبینیم که تعریف میگوید بالای مدار 66 درجه یا مدار قطبی رو ما میگیم منطقه قطب شمال یا منطقه شمالگانی، که همونطور که ملاحظه میفرمایید بخشهایی از روسیه، شمال سوئد و نروژ و فنلاند، بخش کوچکی از شمال ایسلند، بخشهایی از گرینلند، بخشهایی از کانادا و آلاسکا رو همه اینها میشه منطقه شمالگان. در حالی که در منطقه جنوبگان اون مدار جنوبگان فقط بخش زیادی از خود این قاره رو در بر میگیره. چرا این نکات رو گفتم؟ برای اینکه در مرکز جنوبگان نقطه ای است که عرض کردم به نام قطب جنوبی ساوت پول هست، و اون نقطه
یک میله درش نصبه. در تصویر بالا سمت چپ ملاحظه میفرمایید که این میله به صورت نمادین، میگن آقا این در واقع نقطه 90 درجه جنوبی است، و رفتن به این نقطه هم امروزه که در خدمتتون هستیم که میخواستم توضیح بدم، سفرهای بسیار عادی براش انجام میشه. یعنی سوار هواپیما میشن دوستان، از آتلانتا تشریف میبرند به شیلی، از شیلی در پونتا آرناس هواپیماهای بزرگ دوستان رو، هر کدوم علاقمند باشه میتونه ببره به منطقه‌ای در آنتارکتیکا به نام یونین گلیشیر، از اونجا هواپیمای کوچکتر با اسکی شما رو بره در پای این نقطه میگذاره. یکم فقط هزینه زیاده، یعنی حدود 50,000 دلار هزینه شه، ولی هر کدوم از عزیزانی که الان دارن این صحبت ها رو گوش میکنن علاقمند باشن، با پرداخت این مبلغ ناچیز میتونن این سفر رو برن و تماشا کنن. هیچ آمادگی، مقدماتی و یا هیچ پیش نیازی به قول معروف نداره. یک سفر بسیار گردشگرانه و در این حال خب جذاب و بسیار هم گرانه، و معمولا گردشگرا میرن پای میله یه عکسی میگیرن یا پیش اون تابلویی که سمت راست ملاحظه میفرمایید. در کنار این نقطه ایستگاه تحقیقاتی خود کشور امریکا به نام ایستگاه آمونسن اسکات هست که در اونجا هم تسهیلاتی رو برای گردشگرا گذاشتن که میرن تمری رو باطل میکنن، از اونجا برای خودشون پست میکنن، میگن از قطب جنوب برای خودمون کارت پستال فرستادیم، عکسی میگیرند و اون کارهای روتینی که در هر جای دنیا برای گردشگری انجام میشه. به حال اینو عرض کردم که امروز روز که در خدمتون هستیم، رسیدن به این نقطه هیچ ارزش ماجراجویانه یا اکتشافی نداره و بلکه جریان توریسم هست که به اینجا سرازیره و در سال تعداد بسیار زیادی به این منطقه عزیمت میکنه. اما اگه برگردیم به نقشه خود این قاره، نقشه بسیار خوبی که نشنال جغرافی تهیه کرده، ملاحظه میفرمایید که ما در مرکز قاره، اگر که حالا من متاسفانه پوینترم یا ماوسم در این مود کار نمیکنه، ولی نمیدونم آیه دکتر حداد شما میتونید پوینتر رو بذارید روی چیز مپ یا نه؟ من چون اکسس ندارم به پوینتر. نه منم ندارم، ممکنه جناب دکتر مدرسی داشته باشم، منم دسترسی ندارم. خب من میتونم برگردم در مود چیز، منم نه دسترسی بعد اومدم من در مود چیز از فول پلی اومدم به اینجا، حالا کرسر منو میبینن دوستان؟ بله بله. بله بله این نقطه‌ای که ملاحظه میفرمایید در این قاره عظیم، منطقه خود نقطه یا پوزیشن در واقع ساوت پول هست. ما 4 تا پل اینجا تعریف میکنیم، یکی به نام جیوگرافیک ساوت پول، یکی مگنتیک ساوت پول که در واقع قطبنما اون رو نشون میده و در جای بسیار دوریه، در جایی که اینجا نشون میدم خدمتون شاید بیش از 2000 کیلومتر فاصله شه و در داخل اقیانوس میفته. یه نقطه اینجا داریم که خیلی نقطه عجیبی است، بهش میگن پول آف اینکسسیبیلیتی. این دورترین نقطه است که از هر جای قطب اگه ما بهش اکسس کنیم بیشترین مسافت رو باید بریم تا بهش برسیم، که اولین بار روسا رسیدن. یه نقطه دیگه هم داریم به نام جیومگنتیک که حالا وارد بحث علمی نمیشم، میخوام بیشتر جنبه عمومی داشته باشه صحبتمون. به هر حال این یک شمایی از واقعا منطقه عظیم جنوبگان هستش. در سمت چپ ملاحظه میفرمایید زبانه ای داره این که بهش پنینسولا یا شبه جزیره جنوبگان میگیم، و این نقطه در منتهای لهش بسیار به جنوب امریکای جنوبی نزدیکه، یعنی به یوشوایا در منتهای له آرژانتین و شیلی. در اینجا به علت اینکه از مرکز قارم دورتر میشیم کمی دما معتدل تره و در این عالم فاصلش ماکسیموم 1500 کیلومتر حدودن هست با یوشوایا. در اینجا جریان گردشگری و توریسمی که هر کسی علاقمند باشه معمولا میگن ما میریم آنتارکتیکا رو ببینیم، عمدتا هول و هوش پنینسولا و جزایری که در این منطقه وجود داره دور میزنه، و اون جزایری که بسیار جذابه به خاطر اینکه پنگوئن ها و نهنگ ها و فوک ها و پرندگان قطبی، اون اکوسیستم جذاب در اونجا در واقع وجود داره. اگر که من بخوام به یه پله برم در واقع جلوتر، باید یک چند نکته رو در مورد این قاره عظیم بگم. یکی اینکه این قاره بیشترین حجم ذخایر یخ کره زمین رو داره، یعنی 90% یخ کره زمین تو این قاره است. بیشترین حجم انباشته آب شیرین دنیا، یعنی 60% آب شیرین دنیا در اینجاست.
و باید اینو بدونیم که بزرگترین صحرای دنیا اینجا، چون صحرا به زعم ما همیشه میگفتن آفریقا و کویر لوت و نمیدونم اینها، صحرا در اصطلاح جغرافیایی جایی است که بارش ما نداریم و میزان بارشش از یک میزانی کمتره و اون مصداقش اینجاست. به عبارتی این قاره ضمن اینکه خشکترین قاره جهان هست، سردترین قاره جهانه، به دلیل اینکه دمای منفی 90 درجه سانتیگراد در اون ثبت شده. من ببخشید فارنهایت تبدیل نکردم، چون میدونم بیشتر دوستان تو آمریکا الان ذهنشون با فارنهایت معنوسه. حالا ما به همون سیستم های متریک خودمون که تو ایران و اروپا کار میکنیم عرض میکنم. در عین حال این قاره بادخیزترین و سریعترین باد جهان در اینجا میوزه، بهش میگن بادهای کاتاباتیک. 320 کیلومتر در ساعت سرعتش میتونه برسه که وحشتناکه. و در عین حال این قاره بزرگ که حالا واردش میشیم، عکس و فیلم میبینیم چجوری بعد توش رفت، بیش از 2200 متر یخ روش نشسته به طور اوریج، به طور متوسط. در یه جایی ضخامت یخش 4000 خورده متره. اگر این ضخامت متوسط یخ رو 2000 خورده 2200 متر رو در این مساحت ضرب و تقسیم کنیم، 27 میلیون کیلومتر مکعب یخ تو این قاره است. یعنی آب بشه 60 متر تمام آبهای آزاد دنیا میاد بالا. یعنی چی؟ یعنی همه شهرهای مثل نیویورک، لندن، هنگ کنگ، توکیو، شانگهای، همه اینا میره زیر آب. یعنی میخوام بگم این قاره به تنهایی واقعا میتونه کل حیات کره زمین و آب و هوای کره زمین رو واقعا تاثیر بگذاره و تغییر بده و روش اثر داشته باشه. از این توضیحات کلی که بگذریم، خیلی سریع میخوام برسم به اینکه سابقه چه بوده. در سابقه اکتشافی و ماجراجویی، اولین ایرانی که به این قاره میره از برادران امیدوار، آقای عبدالله امیدوار هستند که تقریبا یک سال دو سال پیش متاسفانه فوت شدن. ایشون ساکن شیلی بودن. حتما همه دوستان ایرانی با سفرهای برادران امیدوار آشنان که واقعا کار ماجراجویانه ای رو در دههای 50 و 60 میلادی کردند. تا 22 سال بعدش هیچ ایرانی نمیره، تا اینکه آقای دکتر شکری از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مطالعات زیستشناسی میره و بعد چند نفر دیگر دوستان عمدتا به عنوان توریست رفتن. تنها سفری که بسیار جذابه به نظر من سفر 2003 آقای بابک امین تفرشی دوست عزیزمونه که الان از عکاسان مشهور نشنال جغرافی در امریکاست، حتما همه دوستان ایشون رو میشناسن. ایشون برای عکاسی از یک کسوف، یه اکلیپسی که در سال 2003 بود به اونجا رفت و اون زمان که من رفتم فکر کنم من دهمی یا یازدهمی ایرانی بودم که رفتم، ولی هر کدوم با یه هدفی رفته بودن. من فکر میکنم که متفاوت بود انگیزم و هدف من انجام یک برنامه کوهنوردی و اسکی و ماجراجویی. قبل از اینکه وارد این داستان بشم، خیلی علاقمندم که یه نکته ای رو اضافه کنم و اون اینکه چرا به مناطق قطبی میریم در واقع، یا چگونه میتونیم بریم، با انگیزه های مختلفه. عده‌ای برای گردشگری میخوان برن و معمولا کسانی هن که آرتاشون رو علک کردن، آفریقا رو دیدن، اروپا رو دیدن، آسیا رو دیدن، چین رو دیدن، خوشون یا امریکا زندگی میکنن، امریکای جنوبی دیدن، میگن حالا بریم دنبال یه جای جدید دیگه، جایی که به قول معروف ته دنیا باشه. یک قسمتی از آدم هم هستن که واقعا در زمره پژوهش علمی میرن و اینم تنها راهش اینه که به یک تیمی ملحق بشن و در قالب پروژه ملی یا بین المللی برن و در یکی از اون ایستگاه های بین المللی یا مربوط به کشورهای مختلفی که در جنوبگان هست ملحق بشن و یک زمینه تحقیقاتی رو دنبال کنن. امروز بیش از شاید نزدیک 60 ایستگاه تحقیقاتی در این قاره که هیچ سکنه ای هم وجود نداره مشغول کار. بیشتر این پژوهشگرها تابستان های اون قاره کار میکنن، یعنی از ماهای سپتامبر تقریبا از اکتبر میرن و تا ماکسیموم فوریه و مارس برمیگردن، چون تابستان اونجا برعکس نیمکره شمالی است دیگه و تنها قاره بدون سکنه دائمه. تعداد بسیار کمی، شاید 1500 نفر در این قاره عظیم جز اون پژوهشگری هستن که زمستان هم بعد در این قاره بمانن و مطالعات علمی رو انجام بدن. و اما دسته سومی که یک کمی متفاوت هست، آدم هایی هستن که در کارهای ماجراجویی میرن.
اینها نه آژانس های گردشگری اینا رو میبرن نه پژوهشگرا، بنابراین بعد خودشون مدت های بسیار زیادی رو صرف درست کردن یه تیم بکنن، تیم بیلدینگ بکنن، برنامه ریزی کنن، مخاطرات رو ببینن، آمادگی پیدا کنن و با ریسک برن و طبیعتا بیشتر ریسک متوجه این گروه، خب طبیعتا هم لذت خاصی رو میبرن، دریچه های جدیدی رو باز میکنن، مرزهای توانایی انسان رو تغییر میدن. از جمله دوستی که من به اتفاقش رفتم یه دوست فرانسوی به نام سم بوژه، اولین کسی بود که در سال فکر کنم 2010 به اتفاق ژرالدین فاسناخت، یه خانم سوئیسی، به اتفاق منو پلیسیه دوست دیگر فرانسویمون و به اتفاق یه دوست باز دیگه فرانسوی، چهار نفری به این قاره میرن، به یه کوه صعود میکنن که حالا دلیل اهمیتش رو خدمتتون عرض میکنم، نشر جغرافی سال 1998 الان خدمتتون نشون میدم و توضیح میدم که چرا این صعود مهمی بوده، و بعد از فراز اون کوه با وینگ سوت با لباس خفاشی میپرن، یعنی اولین جامپ یک انسان در قاره هفتم در جنوگان رو سمبوژه و ژرالدین انجام میدن. بنابراین برای کارهایی که واقعا مرزهای ماجراجویی بشره، کسانی بودن که از این سر تا اون سر قاره رو پیاده رفتن، اولین بار خیلی مهم بوده، دومین بار مهم بوده، یواش یواش چون تکراری شده هر کدوم ابتکاری به خرج دادن. اولین کسی که آن ساپورتد رفته، اولین کسی که سولو رفته، اولین کسی که سولو آن ساپورتد رفته، اولین کسی که با اسکی رفته، اولین کسی که با اسکی و کایت رفته که یه مثل سیلینگ، مثل سرف، وین سرف، یه بادبونی رو میگیرن که سرعت بده بتونه سریعتر بره. و خلاصه انواع و اقسام این ماجراجویی ها رو تعریف میکنن و اجرا میکنن. اهمیت اینا چیه؟ اهمیت این مناطق چیه؟ اهمیتش اینه که چه شمالگان چه جنوبگان، یک برای ما یک آزمایشگاه بزرگ علمی است و اینها ذخیرگاه های بشریت، به ویژه اینکه در مورد جنوبگان معاهده ای رو تمام کشورهای دنیا میان در سال 1958 امضا میکنند به نام انتارکتیک تریتی، پیمان جنوبگان. این پیمان جنوبگان در واقع این منطقه عظیم کره زمین رو به عنوان یک میراث جهانی برای همه بشر قرار میده، یعنی اون قرار است که هیچ کشوری اونجا نه کار نظامی کنه نه کار صنعتی کنه، چون این منطقه حاوی ذخایر و معادن، هم هیدروکربنی هم ذخایر معدنی هست، هیچ کار صنعتی نباید بشود و صرفاً به عنوان یک ذخیره برای همه بشریت است و همه کشورها مجازند طبق مقررات و ضوابط بین‌المللی که براش تعریف شده به کارهای پژوهشی بپردازند. و اهمیت پژوهشش هم این هستش که ما در مطالعات برای مربوط محیط زیست زمین، کره زمین، به خصوص این بحث کلایمت چنجی که الان داریم، بسیار بسیار وابسته به این مطالعاتیم. دوستانی که تو حوزه‌های مختلف حوزه مهندسی هستن میدونن ما شیوهی داریم به نام کوردریلینگ که زمین رو حفاری میکنن، استوانه‌های میارن بیرون. این مطالعات که در منطقه قطبی انجام میشه بسیار اهمیت داره، چون نمونه گیری هایی که از چاه هایی که حفر میکنن و نمونه هایی که از این یخ ها در میارن، هوایی رو که در داخل این یخ ها ترپ شده میگیرن آنالیز میکنن و با سنسنجی و ایجینگشون میگویند که ترکیب هوای کره زمین در چند ده میلیون چند صد میلیون سال پیش چه بوده است. بنابراین با انجام این نقطه ها و رسم منحنی ما میتونیم تغییرات ترکیبات جوی رو ببینیم که آقا ترکیب CO2 ما بالا رفته، پایین رفته، نیتروژن چه بوده. خیلی مطالعات عجیب غریب مهمی است واقعا برای ادامه مسئله حیات ما رو زمین، در مورد مسئله زمین شناسی، در مورد مسئله ژئومغناطیس که به ویژه میدان مغناطیسی زمین در حال حرکته، همین قطب جنوب مغناطیسی که خدمتتون گفتم سالی 15 کیلومتر داره حرکت میکنه، یعنی در لحظه در ساعت داره حرکت میکنه. بنابراین امروز که دقت اندازه‌گیری های ما خیلی مهم شده در عدد سانتی متر و میلی متر، ما همواره باید در تمام دستگاه نویگیشن دنیا و GPS ها این تغییر رو هی لحاظ کنیم و اعمال کنیم.
میخوام عرض کنم که مطالعات گسترده‌ای در زمینه کاسمیک ری، در زمینه مطالعات کاسمولوژی و ترپ کردن نوترینوها داره انجام میشه اونجا. اتاقهایی دارن به نام اتاق تاریک، اتاق ساکت که در مورد مطالعات صدا هست. خیلی خیلی زمینهای گسترده‌ای، خلاصه پژوهشگران ده‌ها کشور دنیا اونجا دارن کار میکنن و شرایطی که وجود داره به خاطر هارش بودن شرایط محیطیش، در واقع میشه گفتش که مرز سفر و ماجراجویی کره زمین رو جنوبگانه و منطقه قطبیه. یعنی از این منطقه شما سفر بخواید سخت در کنید، اون کاریست که دیگه باید بلیت بگیرید و مثل خانم انوشه انصاری برید بالا، یا در زمره بچه هایی که آسترونوت های حرفه‌ای و پروفشنالن برای کار ریسرچ میرن، یا به عنوان گردشگر با خلاصه آقای ایلان ماسک و بقیه دوستان به عنوان توریست. یعنی مرز ماجراجویی، مرز سفر، مرز دشواری سفر کردن در کره زمین واقعا میشه گفتش که در این مناطق رقم میخوره. بعد از این مقدمات و اینکه خواستم یه آشنایی با فضا داشته باشیم، من دو تا کار میتونم بکنم هرجور که جناب مدرسی و دوست عزیزمون جناب حداد به من امر کنند. ما میتونیم یه فیلم کوتاهی، من حدود 10-12 دقیقه است، از اینکه یک ادونچری اونجا چجوری شکل میگیره اونو ببینیم، یا با اسلاید عکس برم جلو، هر کدوم که دستور میفرمایید میتونیم اونو ران کنیم. فیلم خیلی عالیه، اگه فیلم رو بتونی نشون بدین که خیلی جالب. چشم، پس اجازه بفرمایید یه فیلم کوتاهی رو با هم ببینیم. بعد صدا هستش؟ خب ما اینجا توقف کردیم که در واقع the camera is like this. There you be, yes. I don't know what that is. There's always Photoshop, man. Hello. Okay. این رانوی ما، بیس اصلی ماست، این مسیر اومدیم تا پایین ارتفاعاتی که به نظر خیلی کوتاه و شوخی بودن. حالا که پای کار میرسیم این نه ارتفاع و عمق، حتی این دریچه یخزده، برکه یخزده که پاش هست و زیاده، یک کلوار این پشت که سعی میکنیم بریم در اینجا به اون دست پیدا کنیم و صعود کنیم. Hello? How are you? Hello, sir. Where are we? In the middle of nowhere, at the end of the world, fin del mundo. True. So, what's the name of this place? It's the Nunatak. Climbing? Woo!
میخواستم صدا رو بیارم پایین که بشه توضیحاتی هم بدم. نمیدونم صدای من میاد الان. بله، نکته این هستش که در این جور ها باید تیم بزرگ باشه که اگه اتفاقی افتاد ما یه دو نفر با هم بودیم و دو نفر با هم زیر استاندارد توجه داشته باشیم که اگر اتفاق این اومده کسی بیفته ما بیمارستانی یا پزشکی یا امکاناتی در منطقه نداریم. نزدیکترین بیمارستان ما تو کیپتان نزدیک 5000 کیلومتر فاصلهش بود، یا در امریکای جنوبی ما 7000 کیلومتر تقریبا فاصله داشتیم با 6000 تا 6500 کیلومتر فاصله اون با امریکای جنوبی، شاید با حدود 6000 کیلومتر با استرالیا. ما به هر جایی بخواییم دسترسی داریم که بخواییم کارات هزاره و اگر که وسیله به تو بگیم بنابراین ویروس کنفرها این مقداری متفاوت عمل میکنه، یعنی اون اعتماد به نفس نفر هم به نوع دیگری شده. اوکی اینجا بیا اتفاقی کچولوی میفته که ترجیح میدم صحبت هستم در واقع ما پیچه یخ رو من دارم باز میکنم که دستم رها میشه. It's better to clean just now. I miss it. Sorry. بله این پیچه یخ آخه ابزار گرونیه. I go back. این پرچو در دست من پایین اومدم به فارنس بزنم. 2 متر. Give me 2 متر. اون میگفتش خیلیش کن خیلیش بگذار. گفتم اون تو به تناب بده من میرم پایین میارمش. میگفت پیش نه. پس رفتیم و بردیم البته. ولی گاهی اوقات بعد از ابزار گذشت. Well done, Ali. Well done. Really good. That's it, sir. و بعد میتونی دیگه شیب یک نواخت کنید. فیلم رو کم کنیم really good this is the top of Nunatak دای فیلم رو کم کنیم
Good road, بله، من متاسفانه نمیدونم کجا بس صدای فیلم رو. یه جایی باید من دستی یه عالی بود. پنلی که میتونستم فاست فوروارد و چیز کنم و صدارم اکسس داشتم، ولی اون پنل نمیاد برام، ببخشید. صدای فیلم خیلی پایین الان. صدای فیلم بالا بود، صدای شما رو ما خوب نمیشنیم. آه ببخشید، بله. خب پس حالا فیلم چون در واقع بله آخرشه دیگه بله صحبت نمی کنم. یاد اینجا دوست دارم یاد کنم از دوستایی که ما هم یخنوردی میکردیم: عباس جعفری، فرشاد خلیلی، جلال خلخالی، محمد زرخا. اونا که نیستن یادشون گرامی، اونم که هستن سلامت باشن. مرسی سم. یوهو. ببخشید من فیلم رو نگه داشتم، یه توضیح خدمتتون بدم. در پشت من، در اینجایی که کرسر رو میبینید، یه رشته کوهه حدود 50-60 کیلومتر فاصله شه با ما. همزمان که من دارم اینجا صحبت میکنم، من یه عکسی یا با موبایل یه فیلم گرفتم و توضیح میدم که در همین لحظه که ما اینجا هستیم، در اون کوها یه اکسپدیشن داره انجام میشه، ماره کمپانی معروف نورت فیس که همه دوستان آشنایی دارن با برند لباسش و اینا، که اسپانسر خیلی از کاراست، و اسطوره های کوهنوردی و اکسپدیشن نشنال جغرافی امریکا اونجا بودن، که اینا دوستان من هستن که ما چند سال اونجا دسترسی به هم نداشتیم، هیچ ارتباطی، ولی میدونستیم اینا تو اون کوهان و یه فیلمی ساختن در همون موقع، در همون زمانی که ما اونجا هستیم، اینا تو اونجا یه فیلمی ساختن که اگه علاقمند بودید، به نام کوین مودلند، در واقع جیمی چین اونجاست، الکس آنولد که 3 سال پیش یادتون باشه در امریکا اسکار گرفت، بهترین داکیومنتری رو گرفت، و کل تیم رو کسی که لید می کرد همین کسی بود که در دوران جوونی برای من اسطوره بود، به نام کانراد انکر، در واقع یکی از خدایان کوهنوردی و آلپینیسم دنیا تو امریکا، که چندین اکسپدیشن نشنال جغرافی رو بعدان کاور استوری 1998 این مجله بود، و من فکر نمی کردم که در 2017 همون جایی که کنراد رفته خود من برم. و 3 سال بعد از این ماجرای 2017، در سال ببخشید 4 سال شاید بعد، در سال 2021 با کانراد انکر تو لهستان بودم و موبایلمو در آوردم، گفتم کانراد، اون موقع که داشتی صعود میکردین تو کوهای اولتوانا، من تو کوه اینوری بودم و اینم فیلمش که دارم اسم تو و جیمی چینو میارم. و نشون میده دنیا چقدر کوچیکه، آدما تای دنیا در انتهای کره زمین به هم میرسن، و خیلی خاطره خوبی بود. و میگم من همیشه آرزومی همچین چیزی بود و در یه زمانی همزمان با یه همچین آدمایی توی یه منطقه بودیم، اگرچه دسترسی نداشتیم. این پلان آخرم یه توضیح داریم تو فیلم میدیم که ما کجاییم. و یه نکته که میخوام توجه دوستان رو جلب کنم، لحظه که من اومدم بالا، اگه دقت کنید پشت من یک دشت پهناور بیکران سفیده. یکی از اتفاقای خیلی حیرت انگیز در مناطق قطبی، گم کردن ابعاد و اسکیل هاست و مقیاس هاست. یعنی اگه شما یه چیزی رو ببینید اصلا نمیتونید تخمین بزنید این چقدر بزرگ یا کوچیکه. خیلی عجیبه به خاطر اون سفیدی و نبود مقیاس ها. پای این کوهی که ما الان این اومدیم بالا، یه برکه‌ای بود، نمیدونم اول دیدید یا نه، من اشاره کردم یه دریاچه یخ زده است. به نظر خیلی کوچیک بود، خود این کوه هم به نظر یه تپه بیش نبود. ما الان که از این بالا رسیدیم و داریم دور میزنیم میریم پایین، توجهتون رو جلب میکنم، وقتی که ما داریم میریم پایین، یه لحظه شاتی رو میبینید که من زوم کردم، 2 تا آدم اونجا بچه‌ای بودن که تو اون کمپ ما بودن، بچه‌های خدمه پرواز، اونجا هواپیما با اسکی میشینه اون میره میاد، خدمه پرواز، خلبان و کمک هم تو چادر زندگی میکنن، هیچ فسیلیتی نیست. اونا دیدن ما میریم اینجا، گفتن ما میایم پای اون کوهی که شما کار میکنین، ما میخورده ترینینگ کنیم، تمرین کنیم، مثلا آیس کلایمینگ. ما که اومدیم دیدیم 2 تا نقطه اونجاست، یعنی حالا که اون 2 تا آدم اونجا، شما میفهمین عجب این ابعاد این کوه و اون برکه یخ زده عجیب غریبه، مثل 2 تا مورچه. تا 1 دقیقه دیگه تو فیلم میبینیم و ما برمیگردیم و در نهایت مشخصات تکنیکی مسیرمون رو برای ثبت فقط اعلام کردیم که چه مسیر رفتیم، چه درجه سختی داره، چه شیبی داره و چه بوده. این 1-2 دقیقه هم
توجهتون جلب میکنم تا اینکه بعد از فیلم در خدمتتون باشم. Yay! We did it, huh? We did it. So good! So good. Oh. 60 degrees, 70 degrees. Yeah. بفرمایید فقط در خاتمه عرض بکنم دو تا نکته ای که در ابتدا هم به نوعی اشاره کردم تفاوت ماهوی شمالگان و جنوبگانه. من برمیگردم به یکی از اسلایدها، بسیار بسیار علاقمندم این رو همیشه یادآور بشم. شمالگان یک دریا، یک اقیانوس یخزده ای است که توسط قاره ها احاطه شده و چون یخ منجمد میشه، این پهنه یخی این قاره ها رو به هم متصل میکنه، در نتیجه انسان ها در اون مناطق بودند و حیات وحش مثل خرس و روباه و جغد و نمیدونم خرگوش برفی و اینا در منطقه داریم. یعنی سه تا قاره اصلی ما اینجا به هم وصل میشه، آسیا، اروپا و امریکای شمالی، در واقع در منطقه شمالگان در زمستان که یخ میزنه به هم متصل از بالا. در اینجا امکان تردد وجود داشته در طول تاریخ، اما در جنوبگان بالعکس، جنوبگان قاره ای است که توسط اقیانوس ها احاطه شده و منفک، جداست، ایزوله است. به همین دلیل نه انسان در گذشته بهش رفته، حتی شرایط بسیار عجیب و غریب و سرماش هم هست، و در این حال در داخل قاره هیچ چرخه اکوسیستمی وجود نداره. تمام اون شور و حال حیاتی که در فیلم های حیات وحش و راز بقا و نمیدونم مستندهای نشنال جغرافی و بی بی سی مینیم در حاشیه قاره است. یعنی در این قاره رو اگه من نشون بدم، در این حواشیه که در واقع نهنگ ها هستن، فوک ها هستن، سیل ها هستن، پرنده های قطبی رو ما داریم مثل اسکواها ها رو داریم، و بعد پنگوئن، کلونی های پنگوئنه که همه در این لبه ها، در حاشیه قاره، در داخل قاره شما واقعا چیزی نمیبینید، واقعا مثل اینکه رفتین به پلنت دیگه، مثل رفتن رو مارس میمونه، مثل رو ماه میمونه. هیچ چرخه اکوسیستمی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره که بخواد این سایکل به وجود بیاد، در حالی که مثلا در پنینسولا که اشاره کردم، در هواش، در این بالای پنینسولا، چون از عرض جغرافیای بالاتری ما داریم صحبت میکنیم و دما معتدلتر میشه، یعنی در ایامی از سال مثلا به 4 5 درجه بالای 0 7 8 درجه هم در تابستانش میرسه، اونجا شما گونه های پریمیتیو گیاهی دارید، یعنی خزه دارین، گلسنگ دارید، یه همچین چیزایی وجود داره. ولی در داخل قاره، جایی که مثلا شما بخشی از فیلم رو ملاحظه میکردید، میشه گفتش که هیچ نوع چرخه حیاتی وجود نداره. نکته خیلی جالب دیگه هم از تفاوت شمالگان و جنوبگان اینه که
در شمالگان ما با خرس قطبی روبرویم. همه میگفتن آقا در جنوبگان شما چادر میزدید، نمیدونم تنها میرفتید. اصلا در جنوبگان هیچ نوع حیاتی نیست و شاخصترین گونه حیاتی که در حاشیهش داریم پنگوئنات، و بالعکس در شمالگان شما پنگوئن ندارید. یعنی منباب این تستای هوش میشه گفتش که هر جا پنگوئن دیدید بدانید صحبت جنوبگان است، و هر جا خرس قطبی دیدید بدانید که صحبت شمالگان است. این دوتا تفاوت، و اینکه جنوبگان با اقیانوس احاطه شده، یه خشکی عظیمی است که با اقیانوس احاطه شده، شمالگان برعکس اقیانوسی است که با قاره ها احاطه شده. این دوتا نکته گفتم، شاید جالب باشه که اگر دو جایی ما بهش برخورد میکنیم برای همه بتونه یک گایدلاینی باشه. من در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه و بتونم